ابتدای زندگیمون داشتیم، در جریان اتفاقاتی که در زندگی ما رخ داده و اولین هیجاناتی که برای هر چیزی برای ما به وجود اومده، یک سری انسداد در ساختار مریدیانی ما و در کانال‌های در واقع در چاکراهای ما ایجاد شده، در چاکراهای اصلی و فرعی ما ایجاد شده. اما قصد داریم که توی متدهایی که توضیح می‌دیم این انسدادها رو بررسی کنیم و بازشون کنیم. چرا اینقدر مهمه؟ باید فرض کنید که میخوام یه ذره بیام روی بدن فیزیکی و در واقع اون چیزی که از نظر بیولوژیکی در لحظات خاصی که ما هیجانات منفی داریم برامون اتفاق میفته. باید فرض کنیم که یک جنگل در حال پیاده روی هستیم و ناگهان یک خرس عظیم به سمت ما با سرعت حمله میکنه. اون لحظه اولین چیزی که به ذهن ما میرسه فرار هست و بعداً بلافاصله سیستم خونرسانی رو به دستگاه گوارش و به مرکز بدن قطع میکنه و بیشتر خونرسانی در دستها و پاها به جریان میفته. چرا؟ چون بدن هوشمند و ساختار سلولی هوشمند من اون لحظه تشخیص میده که من برای بقا باید فرار کنم و دست و پای من هسته باید به خوبی کار کنه. اون لحظه بدن من نیازی نداره که غذایی که توی معده‌ام هست رو هضم بکنه یا سیستم ایمنی من به شدت نزول میکنه، برای اینکه اون لحظه نیازی نیست که اگر که من سرماخوردگی دارم یا عفونتی در بدن من هست پاتوژن‌هایی در بدن من ترشح بشن و برن اونجا پاکسازی انجام بدن یا ترمیم انجام بدن. اون لحظه فقط لازمه که من جان سالم به در ببرم. از هورمون‌های استرابی توی بدن من کورتیزول به شدت بالا ترشح میشه، برای اینکه من قدرت در بدنم به صورت انفجاری برانگیخته بشه، قند خونم و چربی خونم به شدت افزایش پیدا میکنه، برای اینکه سوخت برای فرار در بدن من به اندازه کافی در جریان خونم وجود داشته باشه. که خب ما وقتی طی این پروسه فرار میدویم و ارتعاش در کل ساختار سلولیمون ایجاد میشه، این سموم خود به خود دفع میشن، این سموم استرابی. اما آیا بدن من و ذهن من تفاوتی برای اون تصویر حقیقی که اکنون دارم میبینم و اون چی که بهش میاندیشم یا در دنیای مجاز در تلویزیون میبینم قائل میشه؟ حقیقت اینه که نه. ذهن من برای اون تصویری که در تلویزیون دارم میبینم به عنوان خبر، به عنوان فیلم و دارم باهاش همزاد پنداری میکنم و تازه احساس میکنم چقدر من آدم خوب و مهربونی هستم که نشستم دارم برای فلانی گریه میکنم و دارم به این فکر میکنم که آخ اون چه زجری رو الان داره متحمل میشه و بعد احساس افتخار هم میکنم که من چقدر آدم دلسوزی هستم، من دارم بدن خودم رو از درون نابود میکنم. چون همون اتفاق در بدن من داره میفته. وقتی من دارم به این فکر میکنم که فلان سال فلانی فلان اتفاق براش افتاد، بچهش تو جوانی از بین رفت، تصادف که آخ الهی بمیرم که اون مادر چی کشید، من تمام اون هیجانات منفی و بلاک ها و انسداد ها رو دارم در خودم خلق میکنم. من خاطرم هست که توی پاکسازی هایی که میکردم برای زمین ناخودآگاه، یکی از بدترین خاطرات و یکی از بدترین خاطرات مرجع و دیوار نوشته های اصلی که بر من بالا اومد فیلم شب 29 هم بود. نمیدونم چقدر از شما این فیلم رو دیدید، فکر میکنم اکثر شما این فیلم ایرانی رو دیده باشید. اونقدر در دیدن این فیلم برای من هیجان منفی، ترس، ترس از شب، ترس از زن چادری، اون موسیقی متنی که توی اون فیلم پخش میشد، تمام اون ژانرها، من متوجه شدم که من نسبت به راهرو فوبیا پیدا کردم. من نسبت به راهروهای درداری که هر لحظه ممکنه یک زن چادری با صورت عجیب غریب از توش بپره بیرون، فوبیا پیدا کردم. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه
پردیس کوچک 6 ساله هنوز در اون راهروها گیر افتاده و از وحشت داره به خودش می نرزه. این خیلی اهمیت داره که من قائل نشم تفاوتی میان آنچه که در تلویزیون می بینم، آنچه که به آن می اندیشم و یا اونچه که در دنیای حقیقی تجربه می کنم. این مطلب در مورد حوزه الکترومغناطیسی قلب و تورس بدن و انطباق اون با حوزه های الکترومغناطیسی و تورس جهانی براتون آماده کرده بودم. فکر میکنم دیگه از حوصله بحث خارج باشه و شاید هرچند که به صورت یک پست توی کانال در واقع پیج اینستاگرام هم گذاشتمش. یه گزینه جالب در مورد پول میخوام بازم عنوان بکنم. چرا گزینه پول این روزها انقدر مطرح هست و چرا الان بر زبان من پول جاری میشه؟ به دلیل اینکه این روزها بنا به شرایطی که در حال حاضر دنیا و اون فرکانسی که در تورس جهانی پخش هست، ما بسیار در حوزه جنگ و ناامنی و در حوزه فقر و بیپولی کارماهایی در ما، انسدادهایی در ما داره رو میشه در ناخودآگاه جمعی. خیلی اهمیت داره که بپردازیم به اینکه چه الگوهایی رو من به عنوان یک پیکسل از هولوگرام دنیا دریافت کردم که حوزه آگاهی من داره بر حوزه جهان تاثیر میذاره، بر حوزه آگاهی دنیا داره تاثیر میذاره. اگر که یک پرینت بانکی شما از حساب خودتون بگیرید و 5 سال گذشته اون رو بررسی کنید و یه نمودار آماری از اون فراهم کنید، شما متوجه میشید که عدد و رقم حساب شما هیچ وقت از یک سقف خاصی بالاتر نرفته، هیچ وقت پایین تر نیومده. همیشه یک رقم خاصی باقی مونده. شاید مثلا یه پول گنده اومده باشه توی حسابتون، ولی یه دفعه سرریز شده و رفته و برگشته دوباره به اون حد و اون حریم استانداردی که قائل شده. حالا باید علت تو دنیای بیرونی جستجو کنید. شاید بکنید که خب به خاطر شغلمه، ولی آیا تو حوزه که شما کار میکنید انسانی هست که بیشتر از شما حقوق بگیره؟ شاید فکر کنید که اگر که خب مثلا اون اتفاق تو زندگی من نمیافتاد، من الان پولی بیشتری داشتم. اگه ماشینم فلان سال تصادف نکرده بود و اینقدر تومن خرجش نکردم، الان مثلا من تونسته بودم خونه رویای خودم بخرم. یا اگه فلانی از من پول قرض نکرده بود اون موقع، دلار اینجوری نشده بود، من الان خیلی وضع مالی. اینکه پدر مادر من در دوره کودکی من گفتمانشان در مورد پول چطور بوده، به شدت روی رقم ورودی بانکی من تاثیر داره. شما چی شنیدید در مورد پول از پدر مادر؟ پول ندارم، الان ندارم، بذارش بر بعد، خیلی گرونه، یه چیز ارزونتر بردار. لذا اگر فراوانی در ستینگ مغز ما تعریف نشده باشه، ما سالهای سال بیشترین تلاش رو بکنیم و از نظر فکری هر چقدر که مثبت اندیش باشیم و مدام با خودمون تکرار کنیم که من غرق ثروت و فراوانی هستم، من لایق ثروت و فراوانی هستم. بله، سیستم NLP و در حقیقت نیرون لنگویج پروگرامینگ میتونه تاثیرگذار باشه، اما شرط اینکه اول من یک چیزهایی رو پاک بکنم، یک دیتاهای مخربی رو پاک بکنم و بعد جایگزینهایی رو برای اون سوار کنم روی برنامه. اگر نه اینکه من هی برنامه رو سنگین و سنگین تر بکنم، ناخودآگاه من به اون برنامه اصلی و مرجع عادت داره. من نکته آخری که میخوام عنوان بکنم و خیلی اهمیت داره که در مورد این زمینه تعمق بکنیم، عضو گناهکار هست. همه ما توی بدنمون یک یا چند عضو گناهکار داریم. عضو گناهکار ما اون بخشی از بدنمونه که ما فکر میکنیم بخش عمده از شکست هامون به دلیل اون عضو بوده و یا اگر این عضو جور دیگری بود ما موفق تر بودیم، ما خوشحال تر بودیم یا مورد